یک جلسه بسیار بسیار خوب رو امروز با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم اتفاقات خوبی رو در این کمتر از 2 ماه باقی مونده تا کنکور با هم رقم بذاریم که اون اتفاق خوب برای تک تکتون رقم بخوره و اون نتیجه دلخواه به دست بیاد واسه تک تکتون. خیلی اوضاع اوکی، خدا رو شکر اونایی که دارن خوب کار میکنن. خیلی من الان داشتم بعضی از بچه‌ها رسیدم، درصدهای سنجش رو چک کردم، دارن خوب عمل کردن در آزمون امروز سنجش. خدا رو شکر همه چیز داره خوب پیش میره. اون دسته از دوستانی هم که متوسط یا ضعیف دارن عمل میکنن، امیدوارم که یه تکونی به خودشون امروز تصمیم بگیرن بدن که دیگه در این 7-8 هفته باقی مونده از نهایت توانشون استفاده بکنن. اون دوستانی که الان یه نفر گفته در تلگرام جواب نمیدید، واتساپ هر وقت من برنامه یادم رفت بهت بدم یا در واقع یه روز دو روز دیدی مثلا گزارشتو چک نکردم، واتساپ به همون شماره که قبلا بهتون داده بودم به من پیام بده، به من بگو که من بلافاصله تو تلگرام در واقع کارتو چک بکنم و در واقع برنامه داده بشه. خانم موسایی که الان اینجا گفتی موضوع رو، اینو دوست دارم بهش توجه داشته باشید. بهترین ها رو انشالله تو این هفت هفته باقی مونده، 8 هفته باقی مونده با هم دیگه، 8 تا مونده دیگه، آره دیگه دقیقا 8 تا مونده، یعنی جمعه 8 هفته دیگه چنین روزی همه چی دیگه تموم شده خدا رو شکر و به خوبی هم تموم شده 8 هفته دیگه و همه چیز عالی پیش میره. آره سرما خوردم، مشخصه یه چند روزی درگیر بودم و خدا رو شکر حالا اوضاع بهتره امروز و تونستیم کلاس رو حضوری در خدمت شما، البته در استودیو آنلاین برای دوستان در خدمتتون باشیم و اون اتفاق خوبه رقم بخوره واسه تک تکتون. سنجش امروز خدا رو شکر بچه‌ای که تقریبا از 2-3 هفته پیش رفتن تو آزمون جامعه خیلی خوب عمل کردن، خیلی خوب عمل کردن، دمتون گرم، فوق‌العاده بودید، ترکوندید. البته من فقط تقریبا 30 تا کارنامه رو وقت کردم چک بکنم و امیدوارم که واقعا اون دوستانی هم که حالا سنجش امروز خراب شد تو آزمون‌های بعدی درست بشه. دوست دارم دقیق بچه‌ها توجه بفرمایید، من یه چند تا کارنامه سنجش رو واسه‌تون در واقع مشخص کنم. یه دقیق دقت کن، نه دیگه درصد خودشون گرفتن بچه‌ها دیگه، تعویق کنکور هم هیچ بحثی نیست، لزومی نداره کنکور تعویق پیدا کنه. حرفا چیه دارید میزنید بچه‌ها؟ مثل اینکه خیلی دارید الکی توی اینستاگرام میچرخید این حرفا رو میشنوید. بچه‌ها توجه بکنید، من 2 تا داوطلب و فعلا از رشته تجربی مثال بزنم بعد برم سراغ ریاضی و انسانی. این 2 تا داوطلب ما سنجش 1 جامعه، یعنی امروز ما سنجش 1 جامعه رو داشتیم. در سال گذشته سنجش 1 جامعهشون چه درصدی کسب کردن و بعد ببینیم در کنکورشون چه اتفاقی افتاده. ادبیات 32%، عربی 42%، دینی 60%، زبان 20%. این داوطلب اول ماست خانم نگین محمودیان که سال گذشته این سنجش 1 جامعه در دروس عمومی بوده. اختصاصیش هم ما هم بررسی بکنیم بچه ها. زمین 0، زیست 38، شیمی 41، فیزیک 31 و ریاضی 25%. این درصد آزمون اول سنجش ایشونه، یعنی اولین آزمونی که به صورت جامع برگزار شده و ایشون شرکت کرده. خوب توجه کن اینجا رو، درصدهای این داوطلب رو داریم میبینیم. خب ببین این داوطلب اگر در مثلا همون بازه زمانی سنجش اول جامع برگزار شد تا کنکورش، اگر میخواست عادی کار بکنه، معمولی کار بکنه، یا اصلا ما عادی معمولی بزنیم که در همون مدلی که تا اینجا کار کرده بود همین مدل هم ادامه میداد و جلو میرفت، نتیجه خوب میشد همین. با این نتیجه هم تقریبا میشه گفت اگر بخوایم مثال بزنیم رتبه کنکور طرف تقریبا میشه گفت میشد مثلا 7000. حالا تو مناطق مختلف متفاوت خواهد بود. آره دیگه این 7000 میداد دیگه،
این رتبه 7000 میاد. حالا بیا اینجا، بیا اینجا ببینیم کنکورشو چی کار کرد. بیا اینجا ببینیم کنکورشو چی کار کرد. ادبیات کنکور میزنه 52، عربی کنکور میزنه 88. دینی کنکور رو میزنه 86، زبان رو میزنه 48، زمین رو میزنه 0، زیست رو میزنه 58، شیمی رو میزنه 42، فیزیک رو میزنه 55، ریاضی رو میزنه 28. یعنی وقتی داوطلبی تونسته خودش رو تغییر بده، یعنی اینکه آقا بقیه هم میتونستن در سال گذشته تغییر بدن، ولی خب متاسفانه من دیروزم یه استوری گذاشتم، شرایط استرسی تو بازه زمانی فعلی خیلی زیاده. ایشون شد 451، الان هم داره پزشکی سراسری روزانه میخونه با عزت و افتخار. برای کنکور سال گذشته است، همین 1400 که برگزار شد. پس یه چیزی رو خوب دقت کن، اینجوری نیست الان داوطلبی، یا برعکسش هم داشتیم، ما برعکسش هم داشتیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا این بوده، بعد رفته کنکور پایین تر از این شده، بدتر از این شده. چرا؟ چون خیلی راحت 8 هفته آخر رو به سادگی از دست داده. و از این نمونه من خیلی زیاد دارم، شاید به جرئت بتونم 100 تا حداقل کارنامه این مدلی بیارم، 100 تا کارنامه این مدلی. آیا واقعا ایول داره؟ به نظر من ایول نداره. چرا ایول نداره؟ چون خب آقا تو مثلا 8 هفته مونده به کنکور، درس نخونی میخوای چیکار کنی؟ جون نکنی میخوای چیکار کنی؟ زحمت نکشی میخوای چیکار کنی؟ یه ذره باید منطق داشته باشیم دیگه. مثلا واقعا فیلم دیدن تو بازه 8 هفته قبل کنکور اصلا لذت داره؟ خوابیدن تو بازه 8 هفته قبل کنکور لذت داره؟ اتفاقی بوده که افتاده، زحمتی بوده که کشیده. و شما یه چیزی هم خوب توجه کن بهش، قطعا و یقینا من اینو دارم هر دو هفته یک بار تو کارگاه کلاس اینو بهت میگم، کنکور 401 کنکور سختی خواهد بود، قطعا و یقینا کنکور سختی خواهد بود. ببین یه چشم به هم زدن دیگه 8 هفته. خب ببین مثلا این کار عجیب غریبی که نکرده الان این آدم، فقط یکی از تمرکزهای اساسیش رو آزمون جامعه بوده، تمرکز دوم اساسیش حل مکرر، کاری که 99% علارغم این که من تو همین فضای کارگاه اردوی مرگ آنلاین دارم 4 روز در هفته اینو تاکید میکنم، باز آدما انجام نمیدن. تو اردوی مرگ حضوری دارم 5-6 روز در هفته اعلام میکنم آقا این کار رو انجام بده، باز میدونم انجام نمیدن، باز میدونم انجام نمیشه. این آدم کار پیچیده ای نکرده. من نمیدونم چرا بعضیا میخوان فضای موفق شدن تو کنکور رو انقدر پیچیدهش بکنن، انقدر خاصش بکنن. چرا واقعا؟ چه اتفاقی مگه افتاده؟ باید آزمون جامع زده، نشستی یه سری غلط داشته، یه سری نزده داشته، تو روزای بعدم مکرر غلط ها و نزده ها رو کار کرده، کار عجیب غریبی که انجام نداده. یعنی تو ذهنیت بعضی اینه وای ببین آدم چقدر خفنه. نه بذار بعدی رو واسط مثال بزنم ببینیم. بعدی هم از رشته تجربی مثال بزنم برات. ایشون آقا بوده، آقای مهدی کرمی، خوب دقت کن، ادبیات زده 22، عربی زده 24، دینی رو زده 48، زبان رو زده 0، زمین رو زده 0،
زیستو زده 41، شیمی رو زده 36، فیزیک رو زده 34، ریاضی رو زده 18. این سنجش پارسالش بوده. اینا همه 1400 انا. با این تقریبا رتبه بهش چند میداده؟ رتبه تقریبا میشده 12000 اگه همینو میرفته سر کنکور. بعد کنکورش چی شده؟ ادبیات 41، عربی 68، دینی 68، زبان 44، زمین 0، زیست 58، شیمی 48، فیزیک 68، ریاضی 22. دندونه سراسریه روزانه هم قبول شد. بود چرا آخه فکر میکنید خیلی پروژه عجیب غریبیه؟ یعنی واسه خود من جای سوال این موضوع، چرا شما ها این تصور رو دارید؟ ولی خب ببین اینا آدمایی هم بودن که واقعا پایه بودن، حرف گوش کن بودن، منظم مرتب بودن، میخواستن تغییر کنن. از این ادا اصولای نمیدن من ناامید شدم، وای من استرس دارم، مامانش بخواد پیام بده این باز دیوانه شده، از این داستان رو نداشتن دیگه، دیوانه بازی نبودن. آقا تغییر درصد رو تو خودت از فاصله یا آزمون جامعه اول سنجش، ما قبلی پایه بود، این آزمون جامعه بود. ولی یه چیزی رو خوب دقت کن، شما الان نمیتونی، خوب دقت کن، این که از اشتباهاتتون اینه. مثلا میشینی به خود میگی من ادبیاتو مثلا این 41 زده، من 47 میزنم، عربی رو 68 زده، من 80 میزنم، دینی رو 68 زده، من مثلا 90 میزنم، زبان رو مثلا 44 زده، من مثلا زبانم ضعیف 30 میزنم، زمین رو 0 زده، زیست مثلا من 54 میزنم، شیمی. ببین نشی این کارو نکن با خودت. یکی از رموز این که این آدما موفق شدن و تونستن این مدلی اوضاع رو به نفع خودشون تغییر بدن این بوده که ننشستن رو درصدا فکر بکنن. آقا ما درصد باید به صورت کیفی باشه، به صورت کمی نباشه. آقا این عدد دارم الان، خب میرم رو کیفیتش کار میکنم، رو آموخته هام کار میکنم، انرژی میذارم، وقت میذارم، زمان میذارم، از این آزمون تا آزمون بعد سعی میکنم این ادبیات رو بیشترش بکنم، دیگه درگیر کارنامه نمیشم. درگیر ببین چرا الان مثلا من نمیام مثلا 50 تا کارنامه به تو نشون بدم؟ واسه اینکه نمیخوام ذهنت درگیر بشه، نمیخوام ذهنت درگیر بشه. الان مثلا آدمایی که انرژی منفی تو وجودشونه، اینجا جای سوال واسه شون میاد، سراسری روزانه کجا؟ یه سوال، همین الان بهت بگم دندون سراسری روزانه قبولی، بال در نمیاری؟ چرا به اون کجاش فکر میکنی؟ هر جا اگه بال در میاره، اون آدم خفنه میدونه چی کار باید بکنه. ببین فکر نکردنه واسه من خیلی مهمه، این خیلی قضیه مهمیه. اگر بتونی که تو ذهنت این داستانه داشته باشی که آقا من فکر نکنم، آقا من فقط الان اینو دارم، 8 هفته زمان طلایی هم دارم به اندازه کمتر از 2 ماه، بیام از این 8 هفتم درست استفاده بکنم، بتونم درصد هامو پله پله ارتقا بدم، انقدر کار بکنم که وقتی مثلا پدر مادرم منو میبینن نتونن دیگه گله شکایتی از من بکنن، نتونن دیگه حرفی از من بزنن، نتونن دیگه ایرادی از من بگیرن، نگن این دیگه همش مثلا پای موبایله، نگن این. ببین الان واقعا اینو من قلبا ازت میخوام، تو بعد صبح مثل فنر از جات بلند شی. آیا مثل فنر از جات بلند میشی؟
خیلی از شما اینا رعایت نمی کنید. بعد میگی چطور میشه این آدمه مثلا این اتفاق میفته واسه من اتفاقی نمیفته؟ آیا هر آدمی اینجا الان تو این کلاس شما چند هزار نفری که نشستید، آیا یه سوال دارم، درصداتون رو میتونید اینجوری رشد بدید؟ نه، چون شما انرژی منفی تو وجودتونه، چون شما به این رشته داری فکر میکنی، به اون دانشگاه فکر میکنی. الان دیگه نه رشته نه دانشگاه. چرا دیروز گفتم بدون هیجان؟ تو استوری رو هم دیدی، بدون هیجان، هیجان رو بذار کنار، فقط دنبال این باش آقا، علمی منطقی با فکر اصولی حساب شده کاری بکنی، درصدها روز به روز بالاتر بره. دوستی میپرسه رتبهش چند شد؟ به چه درد شما میخوره خانم رتبهش چند شد؟ الان بحث مثلا رتبه نیست، بفهمید من چی دارم میگم. من دارم راجع به ارتقاء درصد حرف میزنم، دارم راجع به ارتقاء درصد حرف میزنم. ببین بحث من بحث چیز دیگه ایه، حرف من حرف دیگه ایه، حرف من فقط راجع به درصده. شما رشته رو در نظر داری میگیری، اصلا من کارنامه‌ای بعدی الان میخوام واسط بنویسم، اصلا دیگه رشته دانشگاهشم نمیگم، به اسم و فامیلشم دیگه بده. هدف ما رشد درصده است. ذهنت میره یه سمت موضوع. کسی که این مدلی ذهنش میره آقا این کجا قبول شده، خب حالا مثلا دارم میگم، این نیستا، مثال دارم میگم، اصلا تنب کوچک قبول شده. تو دندون پزشکی تنب کوچک قبول بشی نمیری؟ آقا اصلا ابو موسا قبول شده، تنگه هرمز قبول شده، نمیری پزشکی باشه اونجا؟ یا میخوای یه سال دیگه وایسی مثلا تنگه هرمز رو بکنی مثلا اردبیل؟ نه، تو هشت هفته دروغه. هر کس بگه تو هشت هفته دروغه، هشت هفته از این رسیده به این. مثلا من انقدر حالم میخوره میگن آقا شروع از صفر، شروع از صفر. آقا صفر دیگه، دیگه بعد برید واسه 402 دیگه، ما واسه 402 داریم کارو شروع میکنیم. یعنی چی شروع از صفر دیگه؟ مسخره شو درودید، شروع از صفر، شروع از صفر، شروع از صفر. او گذشت دیگه، زمان شروع از صفر هر هفته میاد، چجوری شروع از صفر؟ بعد معمولا هم این شروع از صفر 12 ام. خب بابا این بدبخت 12 ام یه ماه هم که داره تا نهایی میده، چی رو شروع از صفر؟ شروع از صفر به کجا برسه؟ اگه میخوای فریب بخوری برو دنبال شروع از صفر. الان طرف ما فردا معارفه داریم واسه 402 شروع شده، بعد تو داریم که شروع هسته. اون چه فرقی با اگه قرار بود اینجوری باشه؟ ما میگیم 401 فردا، میگیم آقا ولش کن همین 401 بخون جمع شه دیگه. اصلا این صفر تا شروع از صفر را من مطمئنم تا یه ماه دیگه هم شروع از صفر را، تا دو ماه دیگه هم ما شروع از صفر را میبینیم. این واژه دیگه لطفا تو چت من نمیدونم آقا این شروع از صفر بوده، آقا این عدد الان شروع از صفره، الان کارنامه قبلی ما شروع از صفر، این آدم صرف صفر دیگه کلا. واقعا که با یه سوال دارم، وقتی میگن شروع از صفر شما باور میکنید مثلا فلانی صفر بوده، مثلا شروع از صفر داشته قبول شده رفته، یه نظرسنجی میتونی بذاری ببینم اینا باور میکنم واقعا؟ آها این گزینه ای نداری؟ خب واقعا باور میکنی؟ بچه راستشو بگینا، وقتی میگن شروع از صفر شما باور میکنید؟ بله باور میکنم، بعضی ها باور میکنم. شعر زیباییه، درسته، شعر زیباییه وقتی میگن شروع از صفر. بعد جالبه شروع از صفر یه سوال، آقا اگر من مشاوری هستم که میتونم تو دو ماه شروع از صفر رو به پزشکی برسم، خب من میام دو ماه آخر کار بکنم، میگه 10 ماه برم مثلا اشغالمو خارج از کشور بکنم، میام دو ماه آخر شروع از صفر ببرم جه. فیزیک 55 به 66 میرسه، کسی که فیزیکش 55 به 80 هم میتونه برسه، چرا نرسه؟ آقای رسول شافقی اینه داری هی میپرسی؟ آره چرا نرسه؟ ببین آخه اونی هم که سهمیه 25 صد داره تا الان نخونده دیگه اینجا بعد نمیخونه، این ثابت شده به ما، کسی که تا الان نخونده از اینجا بعد هم نمیخونه. دمتون گرم بچه، دمتون گرم، آدم های آگاهی هستید، آگاه نبودید الان اینجا نبودید که، دمتون گرم. به من چطوری ده؟ پدر بزرگ من بخواد کنکور بده الان صفر نیست. خیلی خوب، یه دونه ریاضی ببینیم. ریاضی ببین، اصلا ریاضی که اصلا خنده‌دار، کارنامه خنده‌داره ها.
من میگم آقا ریاضی هستن استرس نگیرید، واسه همینه ادبیات 0 عربی 14 دینی 28 زبان 60 ریاضی 18 فیزیک 20 شیمی 16 کنکور رو ببین این سنجش بوده ادبیات 38 عربی 58 دینی 71 زبان 78 ریاضی 19 ماشاءالله ریاضی 1% رشد داشته فیزیک 65 شیمی 42 بابا اصلا چی جوری میتونن آخه بابا اینا از کره مریخ که نیومدن چی قبول شده کامپیوتر سراسری تهران پسرم بوده ما چرا آخه فکر میکنید نمیشه نمیشه کار عجیب غریبی هم نکردن این فقط فرمولش تو دوتا چیز خلاصه شده یک این آدم رفته آزمون جامعه زیاد زده دو تو درسایی که نمیتونه از پسش بر بیاد رفته نکته و تست دیده تمام ولی نکته و تست همزمانه با آزمون جامعه نه اینکه بذاره نکته و تست کلاس به اتمام برسه بعد آزمون جامعه رو آغاز بکنه نکته و تست رو حین اینکه میدیده رفته آزمون جامعه هم زده کار عجیب غریبی که نکرده آزمون جامعه تی ان تی و سلام تمام تمام هیچ فرمولی نداره ولی تعدد تکثر و از همه اینا مهمتر حل مجدد غلط زده و نزده رو پیش برده با روحیه کار کرده با انگیزه کار کرده با حس و حال خوب کار کرده با انرژی خوب کار کرده با باور شدن کار کرده موفقیت هم بدست ما اگر بتونیم نگاهمون رو به قضايا منطقی بکنیم و تصوراتمون رو از کار درست بکنیم خیلی چیزها حل شده و از طرفی هم آقا ما دو تا آدم داریم پدر و مادر دیگه الان نقشش رو فقط باید بره تو غلط زده نزده الان مثلا یه مامانه هی عرض آقای در آزمون زد درصدش رو چیکار کرد خانم ول کن دیگه حالا مثلا امروز این بوده فردا اونه پس بعد اونه چیکار داری دیگه اگه میبینی داره کار میکنه داره زحمت میکشه داره اون غلط زده نزده وقت میذاره دیگه حالا مثلا ادبیات زده 30% یا 40% فرقی میکنه یا اصلا زده باشه 50% یا زده باشه 10% شما چه کمکی میتونی بهش بکنی بچه 5 ساله که نیست بعضی از اولیای دور بچه رو میگیرن اوه این آدم نیاز به آرامش هم داره نیاز به اعتماد به نفس هم داره چتو باز کن بازم کارنامه نشون بدم یا نه دیگه نیاز نیست بچه ها میدونم انسانی چشم خانم نرجس تهرانی
اوضاعیه به خدا. ببین تو سنجش به سنجش این کنکور بعدی ها. و رتبه دو رقمی رشته انسانی رو کسب کرده. دیگه خودت تا ته داستانش رو بخون. خودت تا ته داستانش رو بخون. اون علوم فنونه بچه ها. دو تا ادبیات نیست، علوم فنونه. دیگه خودت ببین زحمت کشیده دیگه. نه. یه چیزی رو خوب توجه بکنید. یه چیزی رو خوب توجه بکنید. دقت اساسی بکنید بچه ها، دقت اساسی بکنید. هیچ داوطلبی، هیچ داوطلبی اگر من تو برنامه گذاشتم بیا به من اعلام کن. خب تاریخ جغرافی صفر بچه ها، چون ما اصلا تاریخ جغرافی نمیخونیم مگر اینکه اونایی که خیلی جلو باشن. خوب دقت کن اینجا رو. هیچ داوطلبی دیگه با توجه به سنجشی که من دیدم سوالات آزمون‌های آزمایشی مؤسسات رو از اینجا به بعد دیگه نزنه، جز اونی که مثلا میگه آقا من تو خرید مثلا کنکوریوم دچار مشکل مالیه. واجب نیست خیلی کنکوریوم، واجب نیست. اگه مسئله مالی داری واجب نیست. چرا؟ چون خب ببین سال 94 95 96 97 98 و عملا 99 400 کنکور مدلش تغییر کرد. عملا 99 400 کنکور مدلش تغییر کرد. پس اگر کسی مشکل مالی داره میتونه آزمون‌های آزمایشی مؤسساتو به جای کنکوریوم بزنه. اگر کسی نه مشکل مالی نداره میتونه کنکوریوم رو تهیه کنه، میتونه تهیه بکنه. اونایی هم که سفارش دادن مشکلی نیست. گرفتین چی شد بچه ها؟ پس ما اونی که سفارش داده که کنکوریوم رو میزنه، اونی که سفارش نداده مشکل مالی نداره سفارش بده بزن. اونی که نه کنکوریوم نمیتونه سفارش بده نده، ایراد نداره. گرفتی چی شد؟ یه نفر میگه 99400 چی شده؟ 99400 خب سخت شد، عجیب و غریب شد، سبک سوال متفاوت شد دیگه. پس اینو پس توجه کنید. اونایی که کنکوریوم به دستشون رسیده به من تو پیوی اعلام کنن که من کنکوریوم رو از فردا براشون بذارم. یعنی مدل آزمونی ما از فردا فقط بشه چی؟ کنکوریوم. اونایی که کنکوریوم به دستشون رسیده. گرفتی چی شد؟ پس اون دسته از دوستانی که کنکوریوم به دستشون رسیده به من بگن که ما از فردا کنکوریوم رو بذاریم. آیا لازمه ما بریم کنکوریوم رو بخریم؟ اگر وضع مالیمون خیلی عالیه بخریم، ولی اگر مشکل مالی داریم نخریم. متوجه شدی چی شد دیگه؟ پس اون دسته از دوستانی که کنکوریوم دستشون رسیده کنکوریوم رو از فردا بزنن، به منم تو پیوی بگن که من برنامه رو بر مبنای
کنکوریوم قرار بدم، اون دسته از دوستانی که کنکوریوم به دستشون رسیده، که ما بتونیم تا دو هفته آینده که کارگاه هم دیگه رو میبینیم کنکوریوم رو کاملا تموم کرده باشیم. اوکی؟ اوکی؟ پس این شد داستان کنکوریوم. اونایی که کنکوریوم به دستشون نرسیده فعلا مؤسسات رو بزنیم تا کنکوریوم به دستتون برسه. اونایی که کنکوریوم سفارش ندادید و مشکل مالی دارید، نیاز نیست به من پی وی بگید که آقا من کنکوریوم، خیلی صادقانه و خیلی راحت، از هیچ چیز هم خجالت نکش. از هیچ چیز هم آقا من مشکل مالی دارم، نمیتونستم. آقا از کجا باید تایید کنیم؟ از سایت انتشارات مهر و ماه. از سایت انتشارات مهر و ماه. اگه کنکوریوم پارسال دارم اوکیه؟ آره اوکیه، فقط اون جاهایی که مثلا حذف شده و تغییر کرده و خودت حواست باشه. کنکوریوم چیه؟ کنکوریوم کنکورهای سال 94 تا 94-5 تا 1400. واجب نیست، واجب نیست، خوب دقت کن. ورژن در واقع دو دفترچه ای دارم، اوکیه دیگه، نمیخواست دفترچه ای خود بعد اون بالاشو منگنه کن. گرفتی چی شد داستان؟ اینه. پس لطفا توجه کن آقا، دیمرگ رو خیلی دارید میپرسید، خیلی دارید بچه ها میپرسید. دیمرگ فکر میکنم دیگه نهایت تو همین هفته آماده بشه. فوق العادم عالی در اومده، فوق العادم همگنه با کنکور 1400 در اومده. یعنی من واقعا رو دیمرگ امسال که به صورت جامع طراحیش کردیم خیلی هم زمان برد، خیلی زمان، خیلی ادیت شد، خیلی ادیت شد، خیلی بالا پایین شد. یعنی رتبه برترها، دانش آموزای امسال، کنکوریای با تجربه، رتبه برترهای خوب از پارسال به امسال خیلی کمک کردن. خیلی هی من این سوالا جابجا شد، هی ایرادا برطرف شد، چیز جذابی از عذاب در اومده، چیز بسیار جذابی. فقط داره در واقع میره واسه چاپ دیگه، فردا میره واسه چاپ، احتمالا مثلا تا 3-4 روز آینده. راه سفارشش هم فقط دیجیتال علویه، ولی خب واسه کسیه که واقعا میخواد بخونه، کسی که مثلا آدمیه که مثلا شلوبله، واقعا دیمرگ به دردش نمیخوره، چون دیمرگ واقعا هدفش اینه که یه چیز خوب ازت در بیاره. یعنی قشنگ تو رو به چالش بکشه، قشنگ تو رو سوادت رو ببره بالا. بعضی مثلا آقا ما که مشکل مالی داریم بین کنکوریوم و دیمرگ کدوم رو تهیه کنیم؟ دیمرگ اولویت داره به کنکوریوم. چرا؟ چون کنکوریوم شما نمونه تستاشو داخل جزوات زیاد دیدید، تست تکراری عملا، خب تست تکراری عملا، کنکورهای 94 تا 1400. ولی خب دیمرگ همگنه با کنکور 1400، سطحش هم خیلی بالاست. و اگه واقعا کسی، من اینو مطمئنم و یقین دارم، دیمرگ رو کامل بزنه 100% در 5 تا درس کنکور 100% سوالات تکراری خواهد بود، در 3 تا درس دیگه 70% حداقل تکراری خواهد بود، حداقل 70% تکراری خواهد بود. زرد قلمچی چطوره؟ ببین اگه بین کنکوریوم و زرد هنوز نخریدی، کنکوریوم رو بخر، ولی اگه زرد رو خریدی همون زرد قلمچی رو بزن. اگه دور دنیای گاج رو خریدی همون دور دنیای گاج رو بزن. اگر مثلا چند کنکور خیلی سبز رو خریدی همون رو بزن. اگر نخریدی، خوب دقت کن، اگر نخریدی کنکوریوم رو بخر. چون ببین کنکوریوم و دور دنیا و زرد و چند کنکور 95%شون شبیه همه، 95%شون شبیه همه. دیمرگ سه دفترچه‌ایه، آره سه دفترچه‌ایه، کاملا با کنکور 1400 شباهت بسیار بسیار زیاد داره. اونایی که 12 بودن، 12 امسال دیماه دیمرگ زدن، خودشون نتیجه رو دیدن که چه اتفاق خوبی رو رقم زد واسه شون دیمرگ، خودشون نتیجه رو دیدن. دیمرگ برای دهمی‌ها مناسبه؟ نه، دیمرگ فقط برای داوطلب کنکور 1401 مناسبه، فقط واسه داوطلب کنکور 1401. پس اینو دوست دارم واقعا بهش توجه بکنی، اینو واقعا دقت بکنی. اگه میبینی اینا این مدلی تغییر کردن، یه تجربی دیگه دارم، این خیلی خوبه، این تجربیه رو ببین. اینو نگاه کن، تجربیه رو، خیلی این کارنامه رو دوست دارم.
زمینا رو نمی‌نویسم صفره ها بچه‌ها. این درصد های داوطلبه گفتم دوست دارم خیلی دو توشه، چون خیلی دو توش بود من خیلی دوست داشتم. نگاه کن کارنامه رو و کنکور چی میشه. ادبیات شده 32، عربی شده 64، دینی شده 78، زبان شده 38، زیست شده 54، شیمی شده 22، فیزیک شده 52، ریاضیش 12. خوب دقت کن، خوب دقت کن، ادبیات رو کار کرده، خوبم شده. ایشون چی قبول شده؟ ایشون خب اصلا دنبال اون فضاها نبوده، دامپزشکی سراسری قبول شد. البته تغذیه هم قبول میشد، دامو دوست داشت. درصدا رو نگاه کن. آقا این شیمیش چرا تغییر نکرد؟ واسه اینکه شیمی 100 بار بهش گفتیم آقا این مدیریت آزمون و مدیریت زمان و سر آزمونات رعایت کن، آخر رو رفت تو کنکور رعایت نکرد. چه بسا 22 شده بود مثلا 48، مثلا یه چیز بهتر قبول میشه. البته دامش هم دام جای خوب قبول شده، حالا من نمیگم کجا که ذهن شما درگیر نشه، دام جای خیلی خوب قبول شده. خب ولی خب مثلا به فرض دارم میگم 42 بود، مثلا میتونست پزشکی دندون هم بره، البته هر چی قبول میشد باز میخواست بره دام. ببین خب چجوری این سنجش اول بوده دیگه، ولی کار کرده بچه ها، ننشسته ساکن. ببین مثلا ریاضیش هم خیلی آنچنان تقریبا که چون پای ریاضی ضعیف بوده، رفته رو فیزیک بیشتر سرمایه گذاری کرده. البته ریاضی پارسال هم سخت بوده، نمیشه اینم کتمان کرد. گرفتی چی شد داستانش؟ پس این اتفاق برای هر آدمی میتونه بیفته. یعنی من اصلا هدفم نیست این کارنامه رو، آدم های خاصی هست، آدم های عجیبی هست. پسرم بوده، پسرم بوده، دامباز بود، دوست داشت من دام برم، دامو دوست داشت، دامو از انسان بیشتر دوست داشت. پس یه ذره خودت حواست باشه این موضوع رو. ببین خودت حواست نیست، درست کار نمی کنی، هی با خودت ببین منفی بافی ها رو تو ذهن خودت هی بیشتر و بیشترش می کنی. ببین وقتی من میگم مثبت نگاه کن به قضیه، من نمیگم ضعفاتو نبین، اتفاقا ضعفاتو ببین و واسه ضعفات وقت بذار، ولی ضعفات نیاد سایه بندازه رو عمل کردت. مثلا سنجش امروز واسه خیلی ها مثلا آزمون ساده ای بود. خب بعد میاد تو ذهن خودش تجسم میکنه احتمالا پس کنکورم اینه. خب یه سوال، چه سودی واسه تو داره؟ چه سودی واسه تو داره؟ چه مثلا الان این تفکری که کنکورم ساده است چه سودی داره؟ خوشحال میشی اتفاقا کنکور آسون بشه بعد ناراحت بشی، کنکور آسون میشه بعد ناراحت بشی. بر این اساس تو نمیتونی امسال ببین، چون سنجش با اون حرکتی که سری پیش کرد و سه دفترچه ای رو رفت تو سیستم دو دفترچه ای نشون داد که آقا اصلا امسال حساب کتاب نداره. یه دفعه میاد آزمون بعدی رو خیلی سخت میکنه، اون وقت تو برمیگردی به خود میگه اه چی شد پس یهو انقدر سخت شد، پس کنکور امسال هم سخته دیگه. تو آماده کن 1400 یک سخت ترین کنکورت بشه. چرا ما نتایجمون تو 1400 و تو سال 99 انقدر وحشتناک زیاد و بالا بود؟ علتش فقط یه موضوع بود، بارها و بارها از همین بازه زمانی حتی از ماها قبلش اعلام کردیم آقا خود تو واسه کنکور سخت آماده کن، خودتو واسه کنکور بسیار سخت آماده کن.
تو وقتی واسه بسیار سخت آماده دیگه اصلا به چیزی فکر نمی کنی. یه کارنامه، اینم من زیاد دوست دارم، اینم نگاه کن، کارنامه جذابیه. این کارنامه سنجش یه داوطلب ما بوده، سنجش اولی که جامعه برگزار شد. چه خوشت اومد؟ صف زیاد داره. ادبیات شد 38، عربی شد 88، دینی شد 68، زبان شد 38، زیست شد 42، شیمی شد 32، فیزیک شد 39، ریاضی شد 19. ببین آدمه با این درصدا تهش پزشکی قبول نشد، خب ولی یه سال با این میرفت سر کنکور رتبه میشد چند؟ 40,000. رتبه آخر سرش چند شد؟ 4,800. این داوطلب ما الان پرستاری دانشگاه تهران داره میخونه. آقا نشد پزشکی، خب اینجا میتونست بگه آقا اگه قراره نشه پس ولش کن دیگه. را پرستاری تهران هم قبول شد. نمیخوام الکی بیام میگم این یه حرف پزشکی شد، نه نمیشه، ولی خب تونست پرستاری تهران بیاره. پرستاری تهران هم برد، حالا رفتش، میتونست وایس سال بعد بهترش کن، نمیخواست رفت. بس یه وقته یه سری چیزا رو حواست باشه. و اینت میخواستیم مثلا بیم آقا بالا شد، حالا چی کار کرد؟ ببین خب نگاه کن دیگه، یه ذره منطق داشته باشی که آقا ادبیات لغت و املا رو که دیگه میشه راحت زد دیگه، مگه چی کار کرده؟ یه ذره بیا منطقی نگاه کنیم. آقا 0 تا 38 چیه؟ لغت و املا زده، یه دونم رفته قرابت کار کرده دیگه. عربی رفته چی کار کرده؟ عربی خب با نکته و تست واقعا عربی بالا میاد دیگه، خود میدونی دیگه این موضوع رو. 30-40% ترجمه است. عربی پارسال هم آسون بود، عربی پارسال آسون بود، اینم در نظر بگیر. دینی پارسال هم دینی ساده ای بود، اینم نکته و تست برده بالا. ولی نه فقط نکته و تست، اینو اشتباه نکن، نه فقط نکته و تست، نه فقط نکته و تست، نکته و تست و آزمون جامعه. اشتباه شما همینجاست، فکر میکنی فقط نکته و تست، تلاش زیاد خود طرف بوده، آورده این عدد کرده. زیستش 18 بوده، کلاس طی سال رفته بود، گفت آقا دیگه نکته و تست هم خب وقت نداشتی که، خیلی شلوغ میشد سرش دیگه، همون کلاس طی ساله رو نشست خوند، دوباره جزوه ها رو برگشت خوند. شیمیرم رفته بود کلاس ولی گفت آقا هیچی عالیم نشده، خیلی عقب افتادم، 20 تا آفلاین داشت رفت اون نکته و تست، 32 رسون. فیزیکشم رفته بود گفت نیاز ندارم دیگه، با همین کلاس عادی پیش رفت، جزوه هاشو نشست خوند. ریاضی هم اونم دوباره آفلاین زیاد مونده بود، تازه وقتم نکرد همه رو ببینه، یعنی به میزانی که وقت کرد ببینه، یعنی برایش این موضوع خیلی مهم بود که آقا من اگر دارم میبینم یه چیزی رو بتونم تو آزمونم نشونش بدم. بچه درصدی نزده، واقعا یه نگاه بکن چیز خاصی نزده اصلا. نمیدونم واسه بعضیا چرا فکر می‌کنی مثلا خیلی بالاست. الان نگاه کن خودت انصافا، ببین پارسال اونی که کنکور داده میدونه، آقا عربیش خیلی آسون بود،
دینیش هم خیلی آسون بود. این آدم فقط 2% بالا داره. این هم چرا؟ چون آسان بود. من اسم از استادم که الان واسط نمیارم بخوام تبلیغ کسی رو واسط بکنم. این دوتا رو هم دارم علمیم. اگه بالا زد چون آسون بود تو کنکور این دوتا. این هم میگه که واقعا هیچ چیز، مثلا 19% ریاضی کلا چند تا تست میشه؟ 6 تا دونه تست میشه. ببینیم این چند تا پارسال تست زد. 6 تا. فیزیک 39%، تقریبا میشه 13 تا. شیمی 32%، تقریبا 9 تا. 42%، 21 9 30 43 49 تا دونه تست اختصاص. او چه دردتونه دیگه. من یه سوال دارم، شما عرضه نداری روزی 2 تا دونه تست بتونی به خودت اختصاصی اضافه کنی؟ 2 تا دونه تست. واقعا نمیشه اضافه کرد. البته شیمی 9 تا یه ذره بیشتر میشه بچه‌ها. بیشتر من مثلا 11 تا 10 تا. حالا این میشه اصلا 51. 51 دونه تست زده. 50 تا تست مثلا برید پیراپزشکی. حالا مثلا الان یکی میگه آقا پزشکی پردیس هم میشد. آقا ما اصلا کار نداریم بچه‌ها. یارو دوست داشت من پول نداشته بره پردیس. یه گیر میده آقا پزشکی پردیس هم میشد. نمیخواسته بره. خب شما اگه نیستید تو انتخاب رشته. یارو میاد میگه آقا من فقط روزانه میخوام برم. آزادم پول ندارم. پردیس هم پول ندارم. این قضاوت نکنید. آقا ما اصلا هدفمون اینه. ما اصلا بحثمون بحث درصداست. بحث ما بحث درصدی که آقا چیز خاصی نمیزنن این آدما. تو بیا تعداد ببین چند تا میزن. ولی الان من این حرفا رو زدم، الان اینا رو نوشتم، ساعت 3 که شما میخوای بشینی پای درس اینا رو فراموش بکنی و فقط دنبال زحمت کشیدن باشی. فقط دنبال زحمت کشیدن باشی. یه دونه دیگه ریاضی بگم خودتون تو کفش بمونید. ادبیات 48، عربی 68، دینی 82، زبان 64، ریاضی 0، فیزیک 0، شیمی 2. ادبیات 41، عربی 90، دینی 68، زبان 78، ریاضی 20، فیزیک 45، شیمی 50. ممکن تو نگاه اول برگردی به خود بگی که آقا خب این چه بس ادبیاتش کم شده. آقا یه آدمه تا اینجا مثل چی عمومی خونده بود، بعد گفتم آقا این اختصاصی با این بس که اختصاصی پایین باشه به جایی نمیرسی. که وقتی اختصاصی اینقدر اوضاع خرابه تو به جایی نمیرسی، بیا رو اختصاصی هم کار کن. کار کرد و آزمون زده، کلاسای طی سال شده بود، ولی یه دونه تست نزد و فقط دیده بود، فقط دیده بود، هیچ کار خاصی نکرده، فقط دیده بود. اومد کار کرد، خوند، به جزء مسلط شد، آزمون رو زد، درست شد. عزم رشته ریاضیه چی داری میگی زیستش بس چی شد؟ اصلا آدمایی داریم به خدا. زیستش بس. فلسفه چی شد؟
نگاه کنی که خود بابا آخرش هم چیزی نزده آخر، یعنی تو نگاه میکنی چیزی نزده اینا. ببین مثلا ما تو رشته ریاضی ما اصلا نداره، رقابت نیست. ببین تو کارنامه رتبه 1000 رو نگاه کن، تو رشته ریاضی ببین چی زده، 1000 رو نگاه کن ببین چی زده، 2000 نگاه کن ببین اصلا هیچی نزده دیگه. او خیلی بچه ها اوضاع خیته. الان مثلا من دیروز استوری کردم آقا کیا استرسه، همه استرسه. و کیا از اونجا نرفتن؟ 30-40% نرفتن. خب کسی که پیج منو فالو داره شاید خودمون، شاید خودمون یه زورش آقا برو برو وان 8 سا دیگه. بچه ها ببینید الان از فردا به بعد من انتظار دارم، خوب دقت کنید، نهایت اونایی هم که اوضاعشون خیلی خرابه، این واقعا انتظار منه که حتی اونایی هم که اوضاع بسیار خرابی دارن، از فردا یک روز، نه دو روز مطالعه باشه، یه روزش لاقل آزمون زدن باشه. یعنی 2-1، یا اگه خیلی اوضاع خیته 3-1، 3 روز مطالعه یه روز آزمون. ولی اینی که بخوای هی فاصله بندازی فایده نداره. حالا به همون نسبت یه نفر اوضاعش کمی بهتره، 2 روز مطالعه یه روز آزمون، باز اوضاع بهتره، یه روز مطالعه یه روز آزمون، اوضاع خیلی خوبه هر روز آزمون، هر چند روز یه بار، 5 روز یه بار، 6 روز یه بار، همه یه غلط ها و نزده ها دوباره از نو زده بشه، وقت ایرادا بشینه بررسی بشه، این میتونه به شما نتیجه خوب بده، این میتونه به شما اتفاق خوب بده. آره اگه کنکوری اون پارسال داری، مثلا مالی داری، اون پارسالی رو استفاده کن، این میتونه حال خوب بسازه. خیلی راجع به اردوی مرگ دارید بچه ها میپرسید، اردوی مرگ حضوری که مشخصه، به همون شماره واتساپ بعد پیام بدی، برای آنلاین هم فقط با این شماره تماس بگیر، ظرفیت هم داره، چون کارگاه دیگه اردوی مرگ آنلاین فقط کارگاه ما 4 روز در هفته، صبح 7 صبح کارگاه داریم، شنبه ها، 1 شنبه ها، 3 شنبه ها، 4 شنبه ها. و برای من خیلی اردوی مرگ مهمه بچه‌ها. در من اصلا هفته پیش یه روز حالم داغون بود، حالم بد بود، اصلا صبحم دیدی آدم مریض میشه، سرما میخوره، اصلا صبح نفسش بالا نمیاد، ولی 7 صبح باشیم کارگاه رو بردیم جلو. پس فقط با همین شماره تماس بگیر اگه اردوی مرگ آنلاین میخوای بیای. فقط کارگاه، 4 تا کارگاه هر هفته داریم، 4 تا 1 ساعت کارگاه در خدمتتون هست. دمت گم نازنین که میگه من فقط با کارگاه‌های صبح اردوی مرگ سر پام. دمتون گم. بچه‌ها واسه کیا مفید بوده؟ 2 هفته از شروع شده دیگه الان اردوی مرگ آنلاینه، واسه کیا مفید بوده بچه‌ها این واقعا کارگاهه؟ دمت گم، دمت گر، دمت گر، ماشاءالله بچه‌ها، دمتون گر، ماشاءالله مبینا قلعه، دمت گر، امیرحسین تیموری، دمت گر، ماشاءالله خیلی زیاد عالی، خدا رو شکر. بچه‌ها پس اینو لطفاً توجه بکنید. ببین مثلا دیگه واقعا یه سری حرفای انگیزشی بدون منطق با هیجان، اینا واقعا دیگه راهگشا نیست. خودت دیگه بهتر میدونی. ببین شما بچه‌های دهه 80 مدلتون واقعا با 70ه با 60ه فرق داره. 60ه 70ه میرفت یه مثلا فیلم انگیزشی میدید، اینا که داد و بیداد میکنن، تا یه هفته 2 هفته سر پا بود. ولی شما خیلی، چون چرا؟ چون شعورش کمتر از شورش بود، شورش خیلی بیشتر از شعورش بود. ولی دهه 80ها مدلشون کامل تغییر کرده. من خودم هم دهه 60 هم، ولی خب آدم باید منطقی برخورد کنه با قضیه دیگه. واقعا اصلا معنی نداره مثلا یارو بالا پایین میپره، یارو مثلا داد و بیداد میکنه. آقا تو یعنی چی دیگه؟ آقا 50 روز آره واسه 11 میشه این کارا جذاب باشه مثلا به خودش بیاد. خودت تجربه کردی؟ آفرین. انگیزشی تجربه یعنی چی آقا؟ یعنی تو مثلا از این آزمون کی نسبت به آزمون قبلی سنجش خودش رشد کرده، همین واسهش میشه انگیزه. ببین واقعا واسه نسل دهه 80 ما که خیلی 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 جلوتره، خیلی خیلی جلوتره از بچهای حتی 79 ما، حتی 78 ما، خیلی جلوترید شما، خیلی جلوترید. اصلا معنی نداره دیگه واسه تون، این حرف اصلا واسه تون خریدار نداره دیگه، خریدار نداره.
معنی همسون که چی مثلا بیاری مثلا بگی خب مثلا دارم میگم این آدمه مثلا بیاری مثلا قبلا باور میکردن آدم ها مثلا یه پزشکیه مثلا به فرض دانشگاه اصفهان میوبدی آه فلان تونسته تو دو ماه قبول بشه آه بریم از فردا بخونیم میرفتن دو روز میخوندن دوباره میترکیدن نابود میشن نمیشد که الان من دارم میگم تو این دو ماه اگه کسی اوضاعش خیلی خرابه پزشکی نمیتونه بیاره خب اگه اوضاعش خیلی خرابه ولی من میگم بخون لااقل که مثلا یه پیراپزشکی خیلی خوب قبول بشی بعد خب آقا من نمیخوام برم باشه قبول شو اونو رزرو کن محدودیت که نداره سازمان سنجشی محدودیت رو برداشته دیگه بشین سال بعد کنکورت رو با آرامش بده وای بس شاید یه چیزی بگم بهتون اصلا الان یادم افتاد هفته پیش کی یادشه من قبل کارگا چی گفتم هم اوایل کارگا چی گفتم یه خاصه داشتم ازتون دعا واسه مادر یادتونه گفتم که رفته تو کما و دیگه پزشکا به والله قسم به عزیزانم قسم میخورم گفته بودن کلن تمومه دیگه کلن پزشکا گفتن تمومه یعنیش امیدی هم نداده بود بعد کارگاه زنگ زدم گفتم ببین کاری از دست من بر نمیومد منم یه بنده گناهکار خدا تنها کاری که میتونستم بکنم میدونم مردم پاکی سر کلاس ما نشستم به اونا گفتم دعا کنن ببین تا یه هفته اصلا من تو اون فکر بودم و تا یه هفته داشتم این فکر کردم که چرا ما انسان بهتری نمیشیم این خانم به والله قسم جلاله خدا میخورم به عزیزانم قسم به مقدساتم قسم ساعت 1:50 از کما خارج میشه این شخص دمتون گرم بچه شما کار کردید دم همتون گرم دم تک تکتون گرم اگه کارگاه قبل رو ندیدی برو ببین 1:50 دست و پاشو تو در مراقبت ویژه تکون میده و الان هم خدا رو شکر رفت بخش رو از بخش هم مرخص شد و رفت خونهشون رو فرزندش هم عالی داره درسش میخونه. مثلا تموم شده میدیدن. ببین اتفاق کامل تموم شده میدیده. ببین جز شما هیچ کسی نداشتن. یه خانواده خیلی کوچیک 3-4 نفره بودن و خب اونایی که بیمار دیابتی دارن تو خونه میدونن داستان دیابت شوخی بردار نیست. اونم تو سن بالا قند بره بالا فشار بیاد پایین بره تو کما کم کم اینا مثلا دارم میگم معجزه پروردگار رو به خدا قسم معجزه پروردگار رو در این میدیدن که فقط این بنده خدا از کما خارج بشه با سکته مغزی نگهداری و مراقبت بیمار سکته مغزی هم خیلی کار سختیه ولی به اونم راضی بودن و خود اون بیمارم خیلی عذاب میکشه به این راضی بودن یعنی اینه دیگه معجزه ترین حالت ممکن نمیده اینی که این آدم از کما خارج بشه و بدون هیچ مشکلی اصلا چیز عجیب و غریب بود واقعا دست تک تکتون درد نکنه خیلی تشکر کرد ازتون خیلی دختر در واقع خجالتی یه نمیتونست بیاد پای در واقع برنامه الان و صحبت بکنه امیدوارم که نتیجه بگیره و به اون اتفاق خوبه برسه دمتون گرم واقعا من اینو یادم رفت بهتون اول برنامه بگم و مادرش هم خیلی تشکر کرد از تک تک شما عزیزان که واقعا عمر دوبارهش رو مدیون تک تک شما هاست و بالاخره یه مادر به زندگیش برگشت حالا دیگه خودتون میدونید دیگه ببینید چه آدم های قدر و قدرتمندی شما ها هستید و این مادراتون چه آدم های قدری هست برو بس همین امروز از مامانه بخواه که ببین اینو دارم بهت میگم روز قبل کنکور یه هفته دو هفته قبل دعا بکنه هیچ فایده ای نداره یعنی یه جاهایی واقعا دعا فایده نداره که تو وقتی تو کنکور که آقا تو مثلا بفرد دینی 20% بلدی نمیشه 70% بزنی تو کنکور بلد نیستی دیگه آقا و خدای تو خدای بقیه آدم هم هست و خدای تو که نیستش خدای بقیه آدم هم هست به بقیه هم کمک میکنی که بخواه تو الان ازش فقط اینو بخواه آقا من تمرکزم رو در صدام باشه الان باز هنوز تو چت میاد آقا این رتبه هاشون چند شده چی قبول آقا چی کار داریم اصلا ما فقط به عدداشون کار داریم
کدوم دانشگاه؟ ما اصلا به این اصلا کار نداریم، اصلا به این موارد کار نداریم. آبا فقط به این کاتب امروز زدیم 30%، 30 بشه 50. امروز زدیم 20%، 20 بشه 40. امروز زدیم 0، 0 بشه 25. ولی اگه امروز زدیم 0 بخوایم 0 رو بکنیم 70 نمیشه، سرخورده میشیم، حساب روان اونا به هم میریزه. گرفتی قضیه رو چی شد؟ چرا اعصاب روان اون به هم میریزه؟ ما میخوایم هی بیاد بالا 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 بالاتر، هی اعصابمون خورد میشه. بعد اینم 100,000 بار گفتم، بازم نیازه بگم دونه دونه نشینید بررسی کنید. 10 تا بزن، 10 تا رو کنار هم بذار، بگو خب مثلا سنجش، مثال دارم میگم، امروز تا کارگاه دو هفته بعد ما 14 روز وقت داریم، درسته؟ ما میگیم این نفر 10 تا شو آزمون بزنه، امروز درصدای سنجش تو بذار، 10 تا آزمون جامعه بزن، میانگین 10 تا رو بگیر، ببین با این آزمونی که امروز زدی چه تغییراتی داشت. گرفتی چی شد داستانو؟ پس شما تا دو هفته بعد اگه 10 تا زدی، هر چی تا دو هفته بعد زدی، درصداشو کنار هم بذار، میانگین بگی، ببین چه تغییری نسبت به این هفته کرد، همین میشه انگیزه واسد. ولی اگر تو مثلا فردا یه آزمون زدی، نشستی با امروزی مقایسه کردی، این رفت بالا، خوشحال بشی، پس فردا بیاد پایین ناراحت بشی، جواب میده. چون بالا پایین رفتنش اینه که سبک سوال و کیفیت سوال داره جابجا میشه، اون درصد جابجا میشه. ولی تو دهتا دیگه نمیتونی بگی آقا مثلا شانس و در واقع شانس و اقبال بوده. تو ده تا دیگه چیز خوب دستت میاد. پس گرفتی داستان چی شد؟ پس یه موضوع دیگه که به تو میتونه استرس بده، از فردا از فردا دقیقا این قضیه است. آقا تو اینو بذار بره بالا. حالا مثلا دارم میگم، مثال دارم میگم، آقا آدمی نبوده مثلا امروز میانگین 20 بزنه پزشکی قبول شه. ببین بوده، ولی من نمیخوام بهت بگم که تو همش استرس بگیری، مال تو نیاد بالا. بالاخره به توانایی طرف ربط داشته، به استعداد طرف ربط داشته، به تلاش طرف ربط داشته. نمیخوام اونجوری بهت بگم تو یه انگیزه فیک بگیری. من میخوام تو به پیشرفت حداقلی هم راضیت بکنه و خوشحالت بکنه. پیشرفت حداقلی هم راضیت بکنه و خوشحالت بکنه. پس اینا حواست باشه. زیست 60 الان مثلا آقا هنوز میپرسه زیست 60 به 70 میرسه، چرا نرسه؟ چرا نرسه واقعا؟ چه این همه داریم میگیم آقا 10 درصد دیگه چیزیه، چه بسا کسی امروز زیست 60 بزنه، 10 تا از اون جامعه تا هفته بعد بزنه 60 شده 70. ولی یه چیزی هم خوب دقت کن، بعضی از آدم هم هی میرن دنبال این که آقا مثلا دارم میگم رو غلط زده نزده های آزمه جامعهشون مسلط نشدن، هی میرن کار میتراشن، آقا برو مجازون بزن، برو فصل آزمون بزن، برو نمیدونم مثلا بانک آزمون بزن. آقا نمیخواد. تو اولین کاری که انجام میدی به این تستی که میزنی به غلط زده نزدت مسلط بشو، خفن شو، بعد برو سراغ چیزای دیگت، بعد برو سراغ چیزای دیگت. من راجع به سنجش امروزم کارنامه های بیشتری رو ببینم طی روزهای آینده، درصدها رو تا یک شنبه شب به شما اعلام میکنم که مثلا اگه تو آزمون چند میزدی مثلا خوب بود. گرفتی چی شد؟ پس اینو به من فرصت بدید تا یک شنبه کارنامه های بیشتری رو ببینم، کارنامه بیشتر که ایدم بر مبنی رو بگم مثلا ادبیات رو این میزدی بهتر بود، عربی رو این میزدی بهتر بود. یه نفر میرسه چرا صفرمون 25 نمیشه؟ چرا صفر 25 نشه؟ صفر هم میتونه 20، صفر میتونه تا 40-50. این همه کارنامه ندیدی شده بود، الان مگه اینجا صفر 20 نشده؟ صفر مگه 45 نشده؟ بچه یه ذره منطقی باشی دیگه. صفر مگه 38 نشده؟ صفر مگه 88 نشده؟ صفر مگه 38 نشده؟ صفر مگه 19 نشده؟ چرا فکر میکنید نمیشه؟ صفر مگه 38 نشده؟ صفر مگه دوباره زبان صفر مگه 44 نشده؟ آره راست میگه، یه نفر قشنگ اینجا گذاشته میگه که تا 40 تای اول واقعا ساده است. آره تا 40 تای اول راحت تر میاد بالا، از 40 که میخواد بره بالاتر سخت تر میشه، مثلا دوباره از 60 میخواد بره بالاتر سخت تر میشه، مثل یه دونه کوه بالا رفتن دیگه، اوایل کوه همه راحت میرن بالا، ولی هر چقدر به قله نزدیک تر میشه مسیر سخت تر میشه دیگه. 60 به آها یه سوال قشنگه، میگه آقا 60 به 90 میرسه؟ لزومی نداره بچه‌ها 60 به 90 برسه. میدونید چرا؟
چون شما اول وقتی مثلا میگی 60 به 90 برسه، اول یه کاری کن همه رو به 70 برسونی، بعد همه رو مثلا به 75 برسونی، بعد همه رو مثلا به 80 برسونی، بعد مثلا همه رو ببین اینجوری یه دونه رو خیلی ببری بالا به درد نمیخوره. یه دونه رو خیلی ببری بالا به درد نمیخوره. میدونی چرا؟ اینجا نگاه کن ببین، کنکور امسال نه 1499 ما یه داوطلب داشتیم، دو تا درس رو 94 زده بود تو عمومیاش. بعد این فکر کردیم 94 دیگه خیلی بهش کمک کرده، بعد اومده یه کارنامه پیدا کرده بود که اون کارنامه مثلا تو این دوتایی که 94 زده بود یه 15%، یه 20% نفری که دوست خودش بود از این کمتر زده بود. بعد این دوتا 94 خیلی رتبه اینو بهتر نکرده، بهتر کرده بود ولی نه خیلی. میدونی چرا؟ اینو من بارها گفتم بازم نیازه بگم. شما سرعت مجاز در اتوبان 120 کیلومتره. خب وقتی 120 کیلومتر میری، اینو گفتم دوباره نیازه بگم که حواست باشه اشتباه نکنی، تو ممکنه مثلا از 70% ماشین ها سبقت بگیری. بعد شما اگه 120ت بشه 140 و بشه 160، 3 تا سرعت داری. تو 140 شما از 97% ماشینا مثلا سبقت میگیری، تو 160 از مثلا 99.9% ماشینا سبقت میگیری. ببین 140 20 تا اضافه شد دیگه، اینم 20 تا اضافه شد. تعداد سبقتات از 140 میری تو 160 بیشتره یا از 120 میری تا 140؟ تو خیلی از سبقت هایی که تو 160 میگیری با 140 هم گرفته بودی. تراز اینو داره بهت نشون میده، تو از چند نفر سبقت میگی. ببین درصد تو توی یه درس از یه عددهایی میره بالاتر، مثلا 94 تو تعداد سبقت هایی که میگیری خیلی آدم های محدودی هست. ببین مثلا رتبه های 3 رقمی کنکور با رتبه های 2 رقمی کنکور تفاوت درصد زیادی دارن. خب تفاوت درصدشون زیاده. این داستان سبقت است. پس اول همه رو به یه خط برسون، بعد ببر بالاتر. تعداد آدمایی که این فاصله هستن خیلی کمن. آقا این کما رو میشه بگید؟ من حدودی بگم، دقیقش رو بعدم بهت میگم. حدودیشو بگم بر مبنای کنکور مثلا همین امسال هستن در نظر بگیر، بر اساس دو سال قبل مثلا بیم. آقا ادبیات مثلا تا 60 اوکیه، عربی تو مثلا تا 84 اوکیه، دینی مثلا تا 80 اوکیه، زبان تا 68 اوکیه، زیست تا 68، شیمی تا 54، فیزیک 66، من حدودی نوشتم بچه ها، ریاضی 28، زمین واسه اونایی که دارو میخوام 38، ریاضی رشته ریاضی بر مبنای پارسال 48. شما مثلا دیگه بالاتر از این واسه رتبه های سه رقمیه ها، بالاتر از این بعد اول مثلا همه رو توی رنج داشتی مثلا سال قبل، این بر اساس سال قبله ها، سال قبل و سال قبلترش، مثلا 28 رو داشتی فیزیکت رو میکردی 66، اگه مثلا 28ت میشد 38 فیزیکت میشد 45 بیشتر ضربه میخوردی. یه نفر میبسه آقا کسی زیست 65 میشه به بالای 80 برسه؟ عزیزم امیر، تو همه رو اول به اون 65-70 برسون، بعد که رسوندی برو روزی سرمایه گذاری کن به 80 هم برسی. آره شدنیه، کاملا شدنیه، کاملا شدنیه. بس این رو لطفا توجه کنید بهش. راجب زمانبندی آزمون ها یه لایو به زودی خواهیم گذاشت، تو لایو اینستاگرام توضیح میدیم. پس بچه ها اینو حواستون باشه، زیادی علکی روی درس نرید، زوم نکنید.
الکی روی درس خیلی زوم نکنید، بذارید همه به اون رنجه برسه، همه به اون بالا برسه، زمین هم مثلا همین قد بسه، اونم در واقع با یه جزوه همایش زمینشناسی بخونی اوکی شد، یه چیز عجیب غریبی نیستش. خیلی کمک میکنه. ببین اگه مثلا زمین رو تو مثلا 38 بزنی، الان وقت خوندنش نیست، 20 خرداد به بعد الان وقتش نیست که بخوای الان خودتو درگیرش کنی، الان زمانش نیست، اینو حواست باشه. امیدوارم واقعا این خواهش رو ازت دارم، چطور ببین یه دقیقه، خواهش رو ازت دارم، بدور از فضای استرسی، بدور از فضای این که تو بخوای درگیر بشی، روحیت رو از دست بدی، اعصاب روان خودتو خورد بکنی، اعصاب روان پدر مادرتو خورد بکنی، در واقع بدور از این که تو بخوای کمکاری بکنی. آقا صبح بیدار شو، خیلی منطقی، خیلی عالی، صبح تو شروع کن، صبحانتو بخور، ورزش، ورزشی که من بارها و بارها و بارها و بارها و بارها به تک تکتون تو روزهای سخت توصیه کردم. ببین الان ورزش خیلی اثرات مثبتی میتونه برات بذاره، خیلی میتونه واسط مفید باشه، خیلی میتونه بهت کمک بکنه. یه ورزش خوب انجام بده، با یه نشاط خوب، با یه انرژی خوب پاشو کارتو انجام بده، آزمونتو بزنی، یا هر روز یا یه روز در میون، یا اگه اوضاع خرابه 3 روز در میون، ولی خب مسلما به میزانی که کمتر میزنی به همون میزانم کمتر باید نتیجه بخوای. و موضوعی که من همواره واقعا نگرانیمه حتی از شاگردای خیلی خوب، اینه که مبادا این آدما رو غلط زده و نزده هاشون درست وقت نذارن، مبادا این آدما غلط زده و نزده هاشون رو مکررن تکرار نکنن، مکررن روی اینا وقت بذار، مکررن روی اینا انرژی بذار، نتیجه کنکور رو بذار کنار، رتبه کنکور رو بذار کنار، رشته چی قبول میشم، دانشگاه چی قبول میشم. الان دیگه ببین هیچ چیزی واقعا تو 8 هفته اونقدر لذت بخش نیست، هر کاری که میخوای بکنی بعد کنکور هم وقت داری واسه انجام دادنش. 8 هفته دیگه، کمتر از 2 ماه دیگه همه چی تموم شد، کمتر از 2 ماه دیگه همه چی تموم شد. و تا این 2 هفته، 2 هفته استراتژیکیه واسه این 2 هفته‌ای که الان در پیشه، هفته‌های بسیار بسیار استراتژیک که تو بتونی یه جهش در خودت ایجاد بکنی. اونی که درس‌ها رو تموم کرده 10 تا بزنه حداقل، اونی که نه اوضاع خرابه سعی کن تا هفته بعد، حداقل 2 هفته بعد 5 تا آزمون جامعه رو بزنه، حداقل تا 2 هفته بعد تو بعد 5 تا رو بزنی، حتی اکثر چند تا بزنه، حتی اکثر 13 تا بزنه. یعنی از فردا تا هفته بعدی تا جمعه بعدی که ما هم نگه میریم حتی 13 تا بزنه، 5 تا 13. مسلما اونی که 13 تا میزنه خیلی جلوتره، اونی که 5 تا میزنه هم به نسبت 5 تاش نتیجه میگیره. ولی اگر کسی از جمع شما پیدا بشه 2 هفته بعد بگیم چند تا زدی، بگه هیچی، فاجعه است. پس خوب دقت کن، اگه داوطلبی هستی که خیلی اوضاعت خرابه، تا سری بعد باید چند تا بزنی؟ باید حداقل 5 تا بزن، یعنی 3 روز در. اگه اوزاد کمی بهتره سعی کن 7 تا بزنی، 1 روز در. اگه اوزاد خیلی خوبه سعی کن 13 تا بزنی، این ماکسیمم سیز بین 5 تا 13. این کاریه که تو باید انجام دی. حالا من اوزام خیلی خوبه، ما این نگرانی هم خیلی از مادر دارن که آقا این 5 بعد از اون بعد ول میکنه داستانا. آقا اگه اوزاد خیلی خوبه 5 بعد از ظهر به بعد، مثلا تحلیل 2 ساعت طول میکشه، کسی تحلیلش 2 ساعت طول میکشه که میانگین 60-70% داره میزنه. اگر کارگاه قبلی هم نهیدی حتما برو ببین. اوکی تو 60-70 میزنی، خب بقیه تایم تو بذار از مثلا زیست 1000 تا سمالو بزن، از شیمی مجازون بزن، از فیزیک مجازون بزن، از ریاضی مثلا مجازون بزن. چرا خب این کارا رو نمیکنی؟ بعد مامانت پیام میده این 7 شب به بعد بیکاره. ما که اینو بارها و بارها تاکید کردیم. آقا عمومی چی گفتم؟ تا آخر خرداد عمومی نمیخواد. ما دوباره 2 هفته بعد هم دیگه رو خواهیم دید دیگه. اون وقت میگم آقا اگه اونی ضعیفه اون وقت چیکار میکنه؟ فعلا تو این 2 هفته اونی که خیلی قویه و اینی که تحلیل آزمونش تموم شد برگرده غلط زده نزده های روزهای قبلا بزنه، باز اونا رو میزنه، وقت اضافه میاره، بیاره سراغ مجازمون و امالو و فلان و فلان و بیساره.
گرفتی چی شد داستان حرف منو فهمیدی چی شد؟ یعنی به شرط اینکه تو آزمون تو بزنی، آزمونت هم تحلیل بکنی، آزمونت هم تحلیل کردی. اگر وقت اضافه آوردی میدی به غلط زده نزده هات که سعی کن حتما وقت اضافه بری. اگر باز غلط زده نزده هات هم حسابی زدی و همه رو نخنما کردی هر روز، نه اینکه فقط یه روز وقت اضافه آوردی، وقت بده به بقیه چیز. این کاری که باید انجام بدید و از این کارا شما نتایج بسیار بسیار خوب و ایده‌آلی میتونید کسب کنید، به اتفاقات بسیار بسیار خوبی میتونید برسید. بشن که خودت هم درست تلاش بکنی، خودت هم درست زحمت بکشی، درست انرژی بذاری، که من انشالله یقین دارم درست کار خواهی کرد، درست زحمت خواهی کشید و اشتباه نمی کنی و خطا نمی کنی و مطمئن باش تهش هم تو این بازی پیروز میشی. یقین داشته باش تهش تو این بازی پیروز میشی. چیز عجیب غریبی که نمیخوایم انجام، تهش قطعا تو این بازی پیروز میشی. پیروزی یعنی چی؟ پیروزی یعنی که امروز آزمون سنجش هم دادم، درصد هم مشخصه، تلاشم بر این باشه که تا دو هفته آینده و بعد آزمون بعدی بتونم اینا روش بدم. آقا ما درگیر امتحان نهایی، این دو هفته میشه درگیر امتحان نهایی نشد، این دو هفته درگیر امتحان نهایی نشد، به وقتش ما تو خرداد اونایی که داستان امتحان نهایی دارن من به وقتش بهت راهکار میدم که چیکار بکنی. الان فلان ذهنت درگیر رو همشه به نهایی و مستمر رو جداری بری نکن، الان خیلی زوده بخوای خودت درگیر اونا بکن. نذار از دست بده، حرف من فقط همینه، نذار از دست بده، نذار از دست بره، مبادا که پشیمون بشی، مبادا ای کاش بگی، مبادا بگی آقا این کارنامه ها میتونست کارنامه من بشه امروز بحث شده، میتونست این اتفاق واسه منم بیفته ها، نیفتاده، منم این قابلیت رو داشتم به این اتفاق برسم و نکردم و نشده. نزد این حرف ها زده بشه، نزد این حرف ها رد و بدل بشه اصلا، کسی کار به اینجا ها بکشه، بتونیم سال بعد کارنامه تو رو بذاریم بگیم نگاه کن اصلا سندش دومش این بود، رفت جلو، کارنامهش این شد. حتما درصدهای سندش رو خودت بگی برام بفرست، اگه کارنامه تو اومد که عکس کارنامه تو پی پی واسم بفرست که بررسی بکنیم ببینیم چی کاری. اونایی که حضوری هستن البته نفرستن، حضوری ها بذارن حضوری بررسی میکنیم، بچهای آنلاین تلگرام واسه من کارنامه ها رو بفرستید. امیدوارم دو هفته بعد دیدمت بگه واقعا حالم بهتر شده، انرژی بهتر شده، انگیزه گرفتم، با قضیه منطقی برخورد کردم، بدور از هیجان برخورد کردم، بدور از امید واهی برخورد کردم، تونستم مثلا تو فاصله این دو هفته 10% بکشم بالا، 15% بکشم بالا. ما 8 تا از این دو هفته ها داریم دیگه، اگه تو هر هفته 10% بکشی بالا، هر دو هفته 10% بکشی بالا، 4 تا دو هفته داریم، 4 تا 10% 40%، نه 30%. بعد بینانه 30% از درصد امروزت بیای بالا، اتفاقای خیلی خیلی بهتری خواهد افتاد. چتو باز کن، امیدوارم واقعا جلسه امروز من سعی کردم اصلا وارد فضای انگیزشی نشم، یه سری واقعیت‌ها رو بهت بگم، هیجان اصلا تو کارمون نباشه، در واقع آدم رتبه برتر تو کارمون نباشه، که واقعا منطقی با قضیه برخورد بکنه، چون دیگه با اون شعور از کنکور رسیدی و شعور تو از شعورت خیلی 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 بیشتره و خیلی بیشتر متوجه میشه. اما حرفم همینه، 8 هفته مونده، هر هفته 10% بیای بالا، 4 هفته 4 تا 10 تا 40%، نه بد بینانش بشه، 30%، 30% از امروزت بهتر بشی، مسلما 30% بهتر بشی، حتی اگر چیز دلخواهتو به دست نیاری ولی به چیز دلخواهت خیلی نزدیکتر شدی، به چیز دلخواهت خیلی خیلی نزدیکتر شدی. اگه مادرت دعا کرد 2 هفته پیش، به مادرت الان هم بگو دعا کنه، خودت هم دعا کن، مطمئن باش این غیرت و این شهامت و این صبوری بهت داده میشه که با آرامش کار بکنی تا 2 هفته بعد خودتو بتونی از این اتفاق بهتر بکنی و بیشتر بکنی و اوضاع رو خیلی خیلی بهبود ببخش. امیدوارم خیلی منطقی، خیلی بدور از حاشیه کارت رو درست انجام بدید. ورزش 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 ورزش، تو فضای استرس هم نره، چون استرس بهش اجازه بدی وارد بشه، از اون طرف امیدواری و روحیت از بین میره. بهترین ها رو واسه تون آرزو میکنم، دمتون گرم که انقدر خفنید. من به قدرت شما واقعا هفته پیش جمعه پی بردم و دوست داشتم امروز بهتون بگم، خوبه یادم موند که بهتون بگم. دمتون گرم که انقدر خفنید، انقدر انرژی خوب دارید، انقدر حس خوب دارید، انقدر به خدا نزدیکید، انقدر به خدا نزدیکید. آدمایی که تو روستاها هستن، تو شهرستان های دور هستن،
حتی اگر بگیم اینا شاید یه وقتای آب نیستا شنا کردن شنا بکنن، ولی دمتون گرم که تو اون شرایط هستید و انقدر آدمای پاک و مخلص و منزهی هستید. دمتون گرم واقعا. واقعا من خودم میگم تا یک هفته منقلب بودم که این قدرت بچه‌ها و خانواده‌هاشون چقدر قدرت بالا و درجه یکیه. امیدوارم خیلی عالی رقم بزنید این دو هفته رو. دو هفته بعد بگی 10% بهتر شد اوضاع. دمتون گرم. خدا نگهدار تک تکتون.